سلام به دوستداران و همراهان کانال تونل زمان. در این ویدیو به مختصری از زندگی شاهدخت لیلا پهلوی و دلیل مرگ و خودکشی او پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو را از دست ندید. قبل از شروع اسماعیل همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. در ساعت 8 بامداد روز آدینه 7 فروردین ماه سال 1349 خورشیدی، شاهدخت لیلا پهلوی در بیمارستان خانوادگی ارتش زاده شدند. نوزاد 3 کیلو 350 گرم وزن و 50 سانتی متر قد داشت. والا حضرت لیلا 424مین نوزادی بودند که در بیمارستان ارتش به دنیا آمده بودند. ساعت 3 بامداد خودروی شاهنشاهی که خود محمد رضا شاه اون رو میروند در برابر در ورودی بیمارستان ارتش ایستاد و شهبانو فرح پهلوی پیاده شدند. بیدرنگ شهبانو و همراهان به اشکوب سوم بخش زنان و زایمان راهنمایی شدند. دکتر شاهپور صدری رئیس بخش زایمان بیمارستان ارتش و خانم منیر امیرحسامی پرستار ویژنیس به تیم پزشکی پیوستند. چند دقیقه پس از ساعت 8 بامداد خانم مینو امیرحسامی از اتاق زایمان بیرون دوید و با شادمانی فریاد زد به سلامتی به سلامتی وضع حمل کردند دختره. محمد رضا پهلوی در پاسخ به خبرنگاران با شادمانی گفت البته این احساس یه حس مخصوصه که به انسان دست میده، خوشبختانه نوزاد دختر شد همونطوری که میخواستیم. لیلا پهلوی در تهران به دنیا آمد. اون کوچکترین خواهر رضا پهلوی، علی رضا پهلوی، فرهناز پهلوی و خواهر ناتنی شهناز پهلوی بود. با پیروزی انقلاب 57 ایران و در حالی که لیلا تنها 8.5 سال داشت، مجبور به ترک ایران به همراه خانواده‌اش و زندگی در خارج از کشور شد. لیلا پهلوی در سال 53 دانش آموز کلاس اول در مدرسه رضا پهلوی در کاخ نیاوران شدند و دبستان رو در اونجا گذروندند. پس از پایان تحصیلات دوران ابتدایی، تحصیلات عالی خود را در ایالات متحده و در دانشگاه براون در رشته ادبیات تطبیقی با گرایش زبان آلمانی و فلسفه اسکاندیناویایی به اتمام رسوندند. لیلا پهلوی زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی رو روان صحبت میکرد. وی به رباعیات عمر خیام علاقه داشت و حتی به ترجمه اشعار رومی به زبانهای انگلیسی و فرانسه اشتغال داشت. لیلا پهلوی به فرهنگ ایران از جمله شعر و ادبیات و هنر ایران علاقه‌مند بود و برخی آثار هنری ایرانی رو گردآوری میکرد. همچنین از حمایت کنندگان مالی دانشنامه ایرانیکا بود. لیلا پهلوی یک سال قبل از مرگش در مصاحبه‌ای با یک مجله اسپانیایی در مورد علاقش به ایران و فرهنگ ایرانی گفته بود من تقریبا همه زندگیم رو در خارج سپری کردم اما همچنان ایرانی ماندم، گویی هیچگاه از اون کشور دور نبودم. لیلا در حالی که نزدیک به 9 سال داشت مجبور به فرار از ایران و زندگی در خارج شد. بیرون ایران شاهد مرگ پدرش و حوادثی بود که برای خانواده‌اش در سالهای اولیه انقلاب ایران پیش اومد. خاطرات تلخ از رویدادهای تلخ زندگیش وی را به بیماری افسردگی مبتلا کرد. 20 خرداد ماه سال 1380 خبری تلخ و شوکه کننده تمام طرفداران و دوستداران خانواده پهلوی رو در شوک فرو برد. لیلا در سن 31 سالگی در اتاقش در هتل لئونارد واقع در مرکز شهر لندن با مصرف بیش از اندازه قرص‌های خواب‌آور خودکشی کرد. علت مرگ وی خودکشی با مصرف حدود 270 قرص خواب‌آور تشخیص داده شد. وی در زمان مرگ 31 سال داشت و مجرد بود. در تاریخ 15 ژوئیه 2001 میلادی در کنار قبر مادر بزرگش فریده قطبی در گورستان پاسی در شهر پاریس دفن شد. در مراسم تدفین وی بسیاری از اعضای خاندان پهلوی و عده زیادی از ایرانیان خارج از کشور شرکت داشتند. تئاتری پیرامون زندگی و مرگ او با عنوان آوای آواره به کارگردانی سید جواد روشن در سال 87 در ایران اجرا شد. نمایش آوای آواره با روایتی از خودکشی لیلا پهلوی در نخستین روز از 27مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه رفت. این نمایش به زندگی لیلا پهلوی اشاره داره و نقدی از دوران سلطنت پهلویه.
این نمایش بیانگر این نکته است که گذشته همیشه در ذهن‌ها تداعی میشه و از آن گریزی نیست و همچون سایه‌ای به دنبال آدمی میاد. نمایش آوای آواره کاری از گروه تئاتر یگانه و نوشته ندا ثابتی است که با حمایت امور استانهای مرکز هنرهای نمایشی روی صحنه رفت و ریحانه سلامت، وحید نفر و هدیه حاجی طاهری به عنوان بازیگر در آن حضور داشتند. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به لیلا پهلوی، این کاراکتر دوست داشتنی خانواده پهلوی، پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.